سلام دوستان در این ویدیو میخوایم با همدیگه جملات کاربردی درباره لباس پوشیدن لباس در و فعل هایی که شما در این زمینه نیاز دارید با همدیگه کار بکنیم خب اولین فعل فعل رفلکسیو هستش زیش انسین زیش انسین به معنی لباس پوشیدن هست که فعلش هم رفلکسیو حالا بهش میرسیم تو مثال فعل بعدی زیش اومسین هست زیش اومسین به معنی لباس عوض کردن هست لباس یه رو در میاری یه چیزی که میپوشید و زیش آو سین به معنی لباس درآوردن هست خب حالا تو مثال چی جوریه؟ فعلش هم تقنبا یا جدا شدنیه خب به چه صورت؟ میخوام بگیم که من لباس میپوشم چی میشه؟ ایش چیه میش آن ایش میش آن یعنی من لباس میپوشم او خانم لباس میپوشد چی میشه؟ زیت سیت زیش آن، زی تیت زیش آن. یعنی اون لباس میپوشه و یا او آقا میشه ا تیت زیش آوز یعنی اون لباسش رو در مییاره اون آقا ا تیت زیش آوز و اونها همه لباسهاشونرو عوض میکنن زی سین زیش اوم زی سین زیش اوم به معنی لباس عوض کردن است میبینید فعل تقنبا هستش قسمت اولش میره ته جمله قرار میگیره قسمت دومش در جایگاه دو باقی میمونه حالا میخوام می بگیم که من باید الان لباس بپوشم به فرض میخواد برید سر کار تو خونه میگید من الان با سری لباس بپوشم میش میش یت jetzt anziehen میش یت انسین jetzt یعنی من باید الان لباس بپوشم خب بپرسیم که لباس تو در میشه دیش ausgezogen حالت پارسیسیو سپایش حالت پرفکت گتزوگن میشه سین پس میشه ausgezogen hast du دیش ausgezogen یعنی لباس تو در وردی و یه بفرض بچه هاتون میان خونه میخوان بپرسین که لباساتون رو عوض کردین و بگید habt ihr euch umgezogen هبت ای euch umgezogen یعنی لباساتون رو عوض کردین پس چی شد؟ سه تا فعل یاد گرفتیم زیش انسین به معنی لباس پوشیدن زیش اومسین لباس عوض کردن یعنی چیزو در بیاری چیزی که بپوشی و زیش آو سین به معنی لباس در آوردن بود خب یه فعل دیگه هم هست که میتونیم استفاده کنیم برای لباس در از پو... لباس بر تن داشتن و اون هم فعل آنهابن هست که اون گانگزش پاخ و بیشتر از زبان روزمره استفاده میشه آنهابن فعل جدا شدنیه یعنی میگن به طور مثال ایشهابه Was an, یعنی من یک چیزی تنمه خب تو جمله چی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم میخوایم بپرسیم که چی تنته چه لباسی تنته بسی بپرسیم واس تو آن واس هاستو آن یعنی چه, 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 چیزی تنته به فاز یکیو حالا میخواید تو خیابون پیدا کنید میخواید بپرسیم چی تنته که شما تشخیصش بدید میگید واس هاستو آن و یا میخوام بگم که من یک کاپشن آبی رنگ تنمه در جواب اون سوال میگم اشهاب این بلاو یک ان انهابن میبینیم قسمت اول میره آخر در از پیشوندش فلتقن با هست و میشه اشهاب این بلاو یک ان یا مثلا میخوایم بگیم که او خانوم همیشه لباس های قشنگ تن میکنه میشه زیحت ایما شونه کلایده ان اون همیشه لباس های قشنگ تنش میکنه پس الان شد چهار تا فل یه فل دیگه هم هستش که برای چیزی در برداشتن یعنی لباس تن داشتن یا در از وسایلی که آدم میتونه استفاده کنه مثل عینک گردنبن همه اینا این فل خیلی استفاده میشه و اون فل تقاگن هستش تقاگن معنی های متفاوتی داره ولی یک معنیش همون پوشیدن چیزیه به طور مثال اشتقاگ ایما جنز. یعنی من همیشه شلوار جینز پام میکنم. و یا او آقا یک لباس یک پیران مردونه سفید تنشه میشه اترکت einen ویسن همد اترکت اینن ویسن همد در آلمانی عینک گذاشتن گردن بند انداختن گوشواره انداختن ساعت همه چیزهایی که یه آدم به خودش میتونه وصل بکنه در از فعل پوشیدن استفاده میکنن مثلا میگن که زی ترکت اینه بغله یعنی او خانوم عینک میزنه یا ما هم بپرسیم آیا تو عینک میزنی؟ میشه ترکت تو اینه بغله یعنی آیا تو عینک میزنی؟ و یا زی ترکت einen رینگ ام فینگا یعنی اون خانوم یک حلقه دست رو انگشتش هستش تو دستشه بله دوستان دیدید که در از فعلایی که تو زندگی روزمره در ارتباط با لباس پوشیدن در کلا در ارتباط با یه چیزی پوشیدن هستش این فعل رو با هم دیگه یاد گرفتیم یک بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم فعل اول که رفلکسیو بود ایسی میش ان زیش ان سین بود یعنی لباس پوشیدن زیش اوم سین به معنی لباس عوض کردن و زیش آو سین به معنی لباس در آوردن بود مثال ها رو هم دیدیم فعل بعدی آنهابن بود که جدا شدنیه مثلا ایش هابه آن یعنی من یک کاپشن تنمه و فعل آخر هم تقاگم بود به معنی اینکه همون دقیقا چیزی لباس در روی تن داشتن معنی میده و همون لباس پوشیدن در از معنی میده حالا همش شما هم یعنی همه هر کدوم که شما راحت تر هستید میتونید استفاده بکنید خب حالا شما تو کامنت بنویسید که شما الان چه چیزی تنتون هست میتونید حالا از هر فعل و یا هر گرامری که الان اینجا با هم یاد گرفتیم استفاده کنید یا از زیش انهابن استفاده کنید یا از زیش سین چه لباسی میپوشید استفاده کنید و یا تغاگن یه نکته مخواستم خدمتون رو ارز کنم که خیلی دوستان جوابا رو خیلی خوب می تو کامنت ها واقعا معلومه با دقت ویدیو رو نگاه میکنن و از این مورد من خیلی خوشحالم منطقه بعضی دوستان هم هستن که اشتباه می رو همین حساب من توصیه میکنم که چون ویدیوها کوتاه هستن حداقل دو بار نگاه بکنید یا توی یک دفترچه توی دفتری چیزی یادداشت بکنید که از یادتون نره و بتونید همیشه ازش استفاده بکنید امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین دوستان عزیز پس تا ویدیوی بعد بدرود